بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیه یا مولای یا ابا عبدالله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکاویک شما بزرگواران عزیز، ما خانم ها و آقایانی که امشب بیننده این برنامه هستین، به کربلای امام حسین و برنامه سرزمین عشق امشب خوش آمدین. خدا رو شکر میکنیم که میتونیم توی کربلا خدمتگزار عاشقین امام حسین و عاشقین زیارت حضرت باشیم. این توفیقی که حضرت عطا کردن به ما، انشاءالله که قدردانش باشیم و همه اون بزرگوارانی که بیننده برنامه هستن از هر کجای این عالم که سلام میکنن با قصد و شهدا و قطعا جواب خواهند گرفت، تو اون لحظاتی که دلدادگی میکنن با حضرت، لطف بکنن ما را هم از دعای خیرشون فراموش نکنن. امشب هم در خدمت استاد بزرگوار آقای فالی هستیم که عرض خوش آمد و سلام داره خودش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين، الحجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بندهم خدمت بینندگان عزیز و مجری محترم برنامه جناب آقای شکرچی عرض ادب و سلام دارم. امیدوارم که خداوند متعال به همگی ما توفیق برگزاری عزاداری سید الشهدا هر چه با شکوه تر عنایت بفرماید انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنون. همچنین شما بزرگواران عزیز بیننده، میخوایم مشرف بشیم به حرم آقا سید الشهدا و سلامی رو عرض بکنیم خدمت حضرت. داشتم میومدم تو راه استودیو، یاده یه نقلی افتادم. همچنین که داشتم کسبه رو نگاه میکردم، مغازه‌ای که تو بین الحرمین هست، یاد آمد پیرمرد نقل میکرد، میگفتش که در ایامی که توی کربلا ساکن بودیم، قبل از اینکه اون انقلاب بشه و صدام ایرانی هایی که مقیم کربلا هستن رو بیرون بکنه، پدرم هر شب مشرف میشد به حرم آقا سید الشهدا، میرفت زیارت میکرد، نماز میخوند و برمیگشت. هر شب هم هم میگفتش که پسر تا فرصت داری بیا زیارت امام حسین. خیلی شب جمعه ها گذشت، خیلی شبهای زیارتی گذشت، من مشغول کاروبار و همین نخود کشمش دنیا بودم. گفت تا وقتی که دستور داده شد و ایرانی ها رو از کربلا خارج کردن و ما رو از عراق هم بیرون کرد، گریه میکرد، میگفتش که الان بیش از 30 ساله که این توفیق رو از من گرفتن و خب ایامی بود که هنوز راه هم باز نشده بود و حسرت یک زیارت از نزدیک به دلم مونده. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم مادامی که فرصت داریم، هممون، این حرف برای همه است، پیر و جوان، تعارف که نداریم، تا فرصت هست، تا میتونیم، تا توانش رو داریم، پولم نداریم، قرض بکنیم، خودمونو به کربلا برسونیم. شاید کسانی که بیشتر از باقی مشرف شده باشن کربلا و زیارت کرده باشن، این تشنگی رو بیشتر دارن. نمیدونم چه نمکی رو آقا سید الشهدا در دستگاه خودش قرار داده که هرچی بیشتر وارد این دستگاه میشین آتشمون بیشتر میشه. حالا که صحبت از آتش و تشنه لب بودن و تشنه به زیارت آقا سید الشهدا بودنه، خیلی اطلاعی کلام نکنم، مشرف بشم به حرم آقا سید الشهدا. من ضمن اینه که دعا میکنیم برای خودتون، یادتون نره که خیلی ها محتاج به دعاهای شما هستن، همدیگر از دعای خیرتون فراموش نکنن. رجوع بسم الله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيره، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وسيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا ثور الله وابن ثوره والوتر الموتور، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولاي يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس، صلى الله عليك يا مولاي يا باب الحوائج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسیار خوب، انشاءالله که قبول بشه زیارتتون و این تصاویری که تقدیم حضورتون شد و مداحی مداح عزیز حمید علیمی بزرگوار، انشاءالله که دلهاتون کربلایی بوده و کربلایی تر شده. خیلی خوب، ما این شبهایی که خدمت شما بزرگواران عزیز رسیدیم در رابطه با امام حسین علیه السلام برگزیده خدا صحبت کردیم و همینطور خورده خورده داریم بحث رو میبریم جلو و دیشب هم که برنامه تقدیم حضورتون شد در رابطه با اظهار محبت پیامبر رحمت للعالمین در رابطه با آقا سید الشهدا صحبت شد که پیامبری که قول و فعلش برای ما حجته در مواقف مختلف در جاهای متفاوت چطور این محبت قلبی که به امام حسین علیه السلام داشته رو اظهار کرده که نشون بده که من این که پیامبرم، افضل مخلوقاتم، من این که کلامم وحیه، من این که اینطور این مقام رو خدا به من داده، با همه بزرگیم این محبت رو باید نشون بدم به شما تا بدونین من پیامبر اینطور حسین رو دوست دارم و اینطور محبتم رو اظهار میکنم به امام حسین. و عرض شد که امام حسین رو پیامبر به عنوان یک سنگ محک معرفی کردن به من و شما که اگر میخواین رضایت خدا رو در بر داشته باشین در گروه رضایت امام حسین و بغض خدا هم در گروه بغض امام حسین، یعنی شاید بخوام یه مقدار سلیستر و روانتر بگیمش، اگر میخواییم ببینیم دینمون کجاست به سنگ محک امام حسین اون رو محک بکنیم که انشالله از مصادیق بارزش همین شور حسینی و همین عزاداری ها و همین هیئت هایی که به پا میکنیم و این عشق هایی که برای امام حسین علیه السلام میریزیم، خدا کنه که اینطور باشه و بتونیم بیش از پیش خودمون رو نزدیک بکنیم به آقا سید الشهدا و به دستگاه عظیم حسینی. خب آقا، امشب میخوایم در رابطه با برکات مادی و معنوی امام حسین علیه السلام صحبت بکنیم و در خدمتتون هستیم. ما خدمت عزیزان روایتی رو دیشب عرض کردیم از کامل الزیارات مرحوم ابن قولوی، باب 22 حدیث ششم، که در فراز اولش خداوند متعال خطاب به پیغمبر اسلام فرمودند اتحب الحسین، آیا حسین را دوست داری؟ پیغمبر اسلام می فرماید در جواب گفتم یا رب قرة عینی و ریحانتی و ثمرت فؤادی و جلت ما بین عینی، اگر میشه من حسین ابن علی رو دوست نداشته باشم. در ادامه خداوند متعال پیغمبر اسلام میفرماید خداوند به من خطاب کرد فقال لی یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و وضع یده على رأس الحسین، خداوند متعال در حالی که دست رحمتش، اینجا دست به معنای رحمت الهی، خداوند متعال در حالی که رحمتش را، دست رحمتش را بر سر آقا امام حسین علیه السلام نهاده بود، به من فرمود ای محمد بورک من مولود علیه برکاتی و صلواتی و رحمتی و رضوانی، برکت حاصل می شود از مولودی که بر او برکات و رحمت و رضوان من می باشد. خداوند متعال اینجا خطابی که کرده به پیغمبر اسلام نسبت به سید الشهدا که این مولود مولودی است با برکت و برکت از او حاصل می شود، چه برکت معنوی، برکات معنوی که آقا سید الشهدا علیه السلام داره، چه برکات مادی که برای دیگران آقا سید الشهدا داشتند. بعد در ادامه خداوند متعال می فرماید و نقمتی و لعنتی و سخطی و عذابی و خزی و نکالی على من قتله و ناصبه و ناواه و نازعه،
و لعنت و غضب و عذاب و ذلت و خاری عقوبت من بر کسی که او را کشته و نسب عداوتش نموده و با او دشمنی کرده و با وی به جنگ برخواسته است. خب ما امشب انشاءالله راجع به این برکتی که آقا سید الشهدا علیه السلام دارند، برکتی که ادامه دارد تا روز قیامت، تا زمین برپاس برکات آقا سید الشهدا علیه السلام ادامه داره، که خداوند متعال به پیغمبرش میگوید بارک فی مولود علیه برکاتی، برکات من در این مولود قرار گرفت. برکات مادی و معنوی آقا سید الشهدا بیشماره. اگر ما بخوایم این برکات رو بشماریم قابل شمارش نیست، چون نعمت است. این نعمتی بود که خداوند متعال به پیغمبر اسلام فاطمه زهرا و امیرالمؤمنین عنایت کرد. لذا کما اینکه خداوند متعال در سوره ابراهیم آیه 34 می‌فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، من خدمت عزیزان بگم بنده در توانم نیست بتوانم نعمت‌های بیشماری که سید الشهدا علیه السلام داشتند و دارند و ادامه خواهد داشت بشمارم. قابل شمارش نیست. اگر ما چیزی بگیم از فضائل، از برکات سید الشهدا، یمیس از قطره ایست از دریا. آیا میشه آب دریا را وزن کرد، مقدارش را تعیین کرد چقدره؟ برکات سید الشهدا این گونه است، نمیس از دریم به دریا. چیزی که قابل شمارش تا مقداری که میتونیم رو میتونیم مطرح کنیم، بله، تا اون انگار که انسان بتونه و در توان ما چون هم وسیعه هم به حال آقا سید الشهدا باب رحمت واسعه الهی هستند، رحمت الله واسعاً دیگه آقا سید الشهدا. من یه تذکر کوچیکی هم بدم بزرگواران عزیز، اگر برنامه رو نگاه میکنین و این صدایی رو که میشنوین صدای عزاداران امام حسین، اینه که چقدر قشنگ اتفاقاً با این ونه های عربیشون و اون لهجه عربیشون میان و بین الحرمین همینطور عزاداری میکنن تا حرم حضرت ابوالفضل و از اون طرف خارج میشن. خلاصه جاتون خیلی خیلی خالیه. خدمتتون هستم. باید ببینیم این برکت، این مولود با برکت نشأت گرفته از کجاست. این مولود با برکت که خداوند داره به پیغمبر خطاب میکنه که مولودی است با برکت، این نشأ و نمو گرفته و نشأت گرفته از کوثر قرآنه، که خدا در قرآن یادآور اون شده و به پیامبرش میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، به درستی که ما به تو کوثر را دادیم، فصلی لربک وانحر، به شکرانه این نعمت پس نماز بخون و شطور ره نهر کن، ان شانئک هو الابتر، آن کسی که تو را ملامت می کند و نسبت ابتر به تو می دهد خودش ابتر است، خودش عقب و نسل ندارد، ان شانئک هو الابتر. خب کوثر معلومه بر وزن فوعله، به معنای چیه؟ به معنای خیر کثیر، به معنای خیر زیاد. این خیر زیادی که خداوند متعال در قرآن فرموده انا اعطیناک الکوثر چیه؟ آیا علم قرآن، فضائل پیغمبره، یا نه چیزی بالاتر از اینه؟
اگر بریم شأن نزول آیه رو ببینیم که قرآن اصلا بهش اشاره داره که عاص بن وائل ملعون به پیغمبر اسلام کنایه زد بعد از فوت فرزندان پیغمبر که شما بلا عقب هستید، نسل ندارید، چون پسرات همه فوت کردن. این نسبت رو به پیغمبر داد، به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نسبت ابتر داد. خداوند متعال در جواب این جسارتی که این شخص به پیغمبر کرد می‌فرماید انا اعطیناک الکوثر، ما به تو خیر کثیر دادیم، که اون خیر کثیر چی باشه؟ وجود مقدسه صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، که بسیاری از مفسرین حتی اهل سنت قائل شدن که این خیر کثیر، این کوثر فاطمه زهرا سلام الله علیهاست، که خداوند متعال نسل پیغمبر را از فاطمه زهرا و امیر المؤمنین علی علیه السلام قرار داد، و این نسل بیشماری که فاطمه زهرا سلام الله علیها از خود به یادگار گذاشتند، نسلی که قابل شمارش نیست غیر از پیشوایان و امامان معصومی که امامان هدایت بودند، مردم رو به سوی راه راست صراط مستقیم هدایت می کردند، علما، بزرگان، دانشمندان بزرگی که از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها بودند. این خیر کثیری خداوند متعال به پیغمبر اسلام عنایت کرد. لذا قرآن کریم می‌فرماید نه، ما نسل تو را، نسل توی پیغمبر را به وسیله فاطمه زهرا سلام الله علیها ادامه دادیم و نسل تو ادامه دارد، اما عاص بن وائل است که بلا عقب و بلا نسل میماند. این نشان اکه هوال ابتر. خب این خودش یکی از خبرهای غیبی قرآن کریمه، چون همونطور که میبینیم خدای متعال از در گذشت آن حضرت برکتی در نسل آن جناب بعد از اینکه پیغمبر اسلام به شهادت رسیدند، برکتی در نسل پیغمبر اسلام قرار داد خداوند، به طوری که در همه عالم هیچ نسلی معادل اون نسل پیغمبر دیده نمیشه. ساداتی که هستند غیر از اولیاء الهی، غیر از ائمه اطهار، ساداتی که هستند از نسل پیغمبر اسلام هستند. و فاطمه زهرا سلام الله علیها یکی از اسمائشون چیه؟ مبارکه. مبارکه به همین معناست، اون چیزی که از بس برکت داره، برکاتش قابل احصا نیست، نمیشه شمارش کرد، نمیشه اندازه‌گیری کرد، انقدر برکتش زیاد. آقا امام حسین هم خداوند متعال می‌فرماید مبارک است. این مبارک از کیست؟ از مبارک است، از وجود مقدس صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، از اون خیر کثیر آقا سید الشهدا علیه السلام آمد تا این خیر کثیر ادامه پیدا کند. کما اینکه خداوند متعال در سوره زخرف آیه 28 به آن اشاره داره. اشاره چیه؟ به این که این خیر کثیر، این نسل پیغمبر در عقب و نسل سید الشهدا علیه السلام قرار گرفت. یعنی آقا سید الشهدا این وسط اون واسطه خیر کثیر شده و این نسل ادامه پیدا کرد به وسیله آقا سید الشهدا علیه السلام. کما اینکه در سوره زخرف آیه 28 خداوند متعال می‌فرماید و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه لعلهم یرجعون،
و امامت را. این کلمه به معنای امامت، حالا بعضی ها گفتن کلمه لا اله الا الله، اما روایات اهل بیت به امامت تفسیر شده. و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه لعلهم یرجعون، و امامت را در نسل ابراهیم مقامی ثابت قرار داده تا بازگشت نمایند. اخبار بسیاری از ائمه اطهار و از خود پیغمبر اسلام به ما رسیده از اینکه کلمه باقیه امامت، این کلمه باقیه که در این آیه اومده، یه تفاسیر دیگه هم هست از جمله اینکه کلمه توحیده، کلمه لا اله الا الله، اما اخبار بسیاری است از جمله از خود پیغمبر اسلام که این امامت، و این امامت رو خداوند متعال در نسل حضرت ابراهیم قرار داده. و دلیل بر این مطلب که این امامت و امامت در نسل حضرت ابراهیم قرار داره آیه شریفه سوره آیه 124 از سوره بقره است که خداوند متعال می‌فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی. اینجا میاد وقتی که خداوند متعال حضرت ابراهیم را با وسائلی امتحان کرد، حضرت ابراهیم هم خوب از امتحان برآمد. آخرین امتحان رو که داد، خداوند متعال به مقام والا او را رسید. بعد از اینکه خلیل الله شد، خداوند متعال فرمود انی جاعلک للناس اماما، من خدا تو را بر مردم امام و پیشوا قرار دادم. خب حضرت ابراهیم وقتی که این مقام رو دید، این مقام بالا رو خداوند متعال بهش داده، مقام امامت رهبری امت رو خداوند متعال بهش داده، اونم رهبری که از طرف خداوند متعاله، خیلی خوشش اومد که این رهبری در نسل خودش بمانه. لذا قال و من ذریتی، خدایا آیا این امامت، این عهد و پیمان، که عهد و پیمان همون امامته، آیا در ذریه منم هست؟ لذاس و من چیه؟ من تبعیدیست و بعضی از نگف و ذریتی و من ذریتی، آیا این امامت در بعضی از ذریه منم هست؟ اینجا ثابت میکنه که امامت باید باشه، امام باید بر روی زمین باشه و زمین از امام نباید خالی بمانه. لذا در روایت هست که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت خدا بر روی زمین نباشه، زمین تمام اهلش را در خود فرو میبره. اون حجت خداست، امام معصومه که باعث شده زمین آسمان و زمین ثابت بمانه، که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، امام معصوم و حجت خداست. لذا این مستفاد ازشه که امامت در ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام هست. لذا حضرت ابراهیم وقتی که سوال میکنه و من ذریتی، خداوند متعال میگه لا ینال و عهد الظالمین، در ذریه تو من امامت رو قرار میدهم، اما ظالمین از ذریه تو، آنهایی که ظلم به نفس میکنن، ظلم به غیر میکنن، اینها این امامت شامل اونها نمیشه. یا ظلم به خدا میکنن، شرک میورزن، اونهایی که شرک ورزیدن امامت شامل حال اونها نمیشه. لذا این
خلفای جوری که بعضیا مدعی هستن اینها امامند، اینها خلیفه هستن، نمیتونیم، چون اینها مشرک بودن، خودشون اعتراف میکنن، لذا میگن کرم الله وجهه، لذا خطاب نمیکنن، میگن نسبت به امیر رضی الله عنه، لذا نسبت به امیر المؤمنین علی علیه السلام میگن کرم الله وجهه، چون امیر المؤمنین هرگز بر بتی سجده نکرد، فقط در مقابل خداوند متعال سجده کرد، امیر المؤمنین علی علیه السلام. اینا مشرک بودن قبل از اینکه دین مقدس اسلام بیاد، بت میپرستیدند. لذا لا ینال عهد الظالمین، چطور نمیتونید بگید اینا خلیفه الله هستن؟ نمیتونید مدعی بشید. اینها ظلم کردند، ظلم نسبت به خدا، شرک ورزیدند، ظلم نسبت به نفس و ظلم نسبت به غیر، شامل اینها این عهد امامت نمیشه. و از این جمله کلمتن باقیتن فی عقبه استفاده میشه که امامت در ذریه و پشت حضرت ابراهیم باقی است تا قیامت، و این دلیل بزرگ بر مذهب شیعه علیه السلام، شیعه اثناعشری، بر بطلان کلام خلفای جور که آمدن با بیعت گفتن ما خلیفه رسول خدا هستیم. نه، این امامت عهدی است از جانب خداوند متعال که تا قیامت در ذریه حضرت ابراهیم، اون ذریه که معصوم هستند، لا ینال و عهد الظالمین دلالت بر عصمت داره دیگه، کسی که ظلم به خدا و ظلم به نفس و به غیر نمی کنه، این شخص معصومه، خطا انجام نمیده، گناه نمی کنه، این شخص معصومه که لا ینال و عهد الظالمین. از وجود مقدس آقا امام صادق علیه السلام است که این کلمه باقی امامت که در نسل او باقی مانده است همون نسل حضرت ابراهیم. خب نسل حضرت ابراهیم و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه، این نسل حضرت ابراهیم از کدوم دست به چه کسی منتقل شد این امامت؟ ابی بصیر روایت میکنه از حضرت صادق علیه السلام درباره این آیه پرسیدم و جعلها کلمتن باقیتن فی عقبه، از حضرت ابراهیم اولادش بعد به کی منتقل شد تا روز قیامت؟ فرمودن این کلمه باقی امامت است که خداوند آن را در نسل حسین علیه السلام قرار داده و تا روز قیامت امامت در نسل او باقی خواهد ماند. این روایتی است که از وجود مقدس امام صادق علیه السلام آمد. در تفسیر برهان جلد چهارم صفحه 138 حدیث چهارم، هشام ابن سالم به حضرت صادق علیه السلام میگوید آیا حسن، آقا امام حسن علیه السلام، افضل است یا حسین، امام حسین علیه السلام؟ امام صادق در جوابشون میفرمان حسن افضل از حسین است. گفته خود امام حسینه. آقا امام حسین فرمودن اخی خیر منی، برادرم حسن از من بهتره. خود آقا سید الشهدا این کلام رو فرمودن. خب وقتی که آقا امام صادق این جواب رو دادن که آقا امام حسن افضل است از امام حسین، هشام میگه گفتم پس به چه دلیل امامت بعد از حسین علیه السلام در نسل او قرار گرفت ولی در نسل حسن علیه السلام قرار نگرفت؟ آقا امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند بزرگ دوست داشت که سنتی از موسی و هارون در حسن و حسین علیهم السلام جاری فرماید. موسی و هارون در نبوت شریک بودند،
همان گونه که آقا امام حسن و امام حسین هر دو امام بودند و خداوند نبوت را در نسل هارون قرار داده نه در نسل موسی، با اینکه حضرت موسی از هارون افضل بودند. خب گفتم آیا در یک عصر دو امام ممکن است باشد؟ چون امام حسن و امام حسین هر دو تا بودند. آقا امام صادق فرمودند نه این نمی شود که هر دو امام باشند مردم از هر دو اطاعت کنند، اینطور نمی شود مگر آن که یکی از آن دو امام ساکت بوده، کما این که در زمان آقا امام حسن آقا امام حسین علیه السلام سکوت کردند و مطیع فرمان آقا امام حسن مجتبی بودند. اما که حضرت هم مطیع بله آقا امیران مؤمنین بودند. بله خود پیغمبر اسلام فرموده بودند الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، در زمانی که حیات آقا امام حسن امام حسین پیروی می کردن از وجود مقدس آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. پس این یک روایت دال بر این که خداوند این کلمه را، این امامت را در ذریه آقا امام حسین علیه السلام قرار داد و این برکت، این مولود با برکت نسلش تا وجود مقدس قطب دائره امکان امام زمان ولی نعمت ما، آن کسی که به یمنه رزق البرا و به وجوده ثبتت الارض و السما، این نسل و این ذریه تا روز قیامت باقی خواهد ماند. و جعلها کلمت کلمتا باقیتا فی عقبه. بسیار روایت ادامه دراز آقا، روایت یه چند تا دیگه من خدمت عزیزان بخونم بعد نیست. این در مجمع البیان این روایت رو نقل کرده صفحه 210. مجمع البیان روایت رو میگوید فی الاکمال عن سجاد علیه السلام از آقا امام زین العابدین قال فی ما نزلت هذه الآیه و جعلها کلمة باقیتا فی عقبه والامام فی عقب الحسین علیه السلام الى یوم القیامه. آقا فرمودن این آیه در مورد ما نازل شده، ما اهل بیت، و امامت در پشت حسین ابن علی علیه السلام میماند تا روز قیامت. و همین روایت هم در علل و شرایع هست از وجود مقدس امام باقر، چون اینجا از وجود مقدس امام ساجد ما نقل کردیم، و در معانی و مناقب و مجمع از امام صادق علیه السلام این روایت رو نقل کردن. باز در تفسیر صافی جلد چهارم مرحوم فیض کاشانی در تفسیرش این روایت رو از مناقب نقل کرده، صفحه 388 تفسیر صافی جلد چهارم. وفي المناقب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سئل عن هذه الايه، از پیغمبر اسلام سوال شد از این آیه، فقال الامامه في عقب الحسين، پیغمبر اسلام فرمودن امامت رهبری الهی در پشت آقا امام حسین و در نسل و ذریه سید الشهدا علیه السلام خواهد بود. یخرج من صلبه تسعه من الائمه، نه تا زمان آقا امام پیغمبر اسلام تفصیل دادند، فرمودند که از صلب و ذریه آقا امام حسین نه امام می آیند، منه مهدی هذه الامه، که از نسل او ذریه او مهدی این امت است. مثلا شبیه این روایت هم روایت از پیامبر داریم که حضرت فرمودن که بعد از نسل حسین صلوات الله علیه نه امام هست، بعد دونه دونه اسامی رو هم بله بله. از ذکر فرموده در اون تفسیر آیه یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم، اون در اونجا در ضمن اولو الامر و این روایت اکثر مفسرین شیعه ذکر کردن که پیامبر یکایک اولو الامر رو معرفی میکنن. بعد در مرحوم قمی در تفسیر قمی میگوید لعلهم يرجعون، یعنی الائمه علیهم السلام یرجعون الى الدنیا، اشاره به چی؟ رجعت داره. رجعت داره،
یعنی رجعت را اینجا به وسیله این آیه، رجعت هم این آیه دلالت بر رجعت هم داره که ائمه اطهار رجعت میکنند، که اولین کسی که بعد از وجود مقدس آقا امام زمان رجعت میکند و حکومت میکند در دنیا وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه است. فاصله کوتاهی میگیریم انشاءالله که بتونیم درک بکنیم اون ایام رو و انشاءالله که جز مؤمنینی باشیم که این توفیق رو داشته باشیم و توان رجعت رو داشته باشیم و اون فضای حقی حکومتی آقا سید الشهدا و شاید از اون برای ما شیرین‌تر اون انتقامی که از قاصبین و قاتلین اهل بیت علیهم السلام گرفته خواهد شد. فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم در استودیوی پخش زنده در خدمت هستیم. خب سلام مجددی دارم خدمت همه بینندگان خوب برنامه سرزمین عشق. امیدوارم که لحظاتتون مملو و از
ارادت و معرفت با آقا صدر شهدا باش. آجا در خدمتون هستیم، 25 دقیقه وقت. خواهش کنم، در خدمت شما هستم. من یه روایت دیگه خدمت عزیزان عرض کنم از بحار الانوار جلد 43 صفحه 295 به سلسله اسنادش از سلیم ابن قیس هلالی از سلمان فارسی. سلمان فارسی میگه قال کان الحسین علی فخذ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، امام حسین در دامان پیغمبر اعظم اسلام نشسته بود. و هو یقبله، و پیغمبر اسلام امام حسین رو میبوسیدن. و یقول، و به او خطاب کردن، انت السید ابن السید ابو الساده، تو شخص بزرگ و پسر شخص بزرگ و پدر افراد بزرگی هستی. انت الامام ابن الامام ابو الائمه، تو امام و پسر امام و پدر امامان هستی. انت الحجه ابن الحجه ابو الحجج، تو حجت خدا و پسر حجت خدا و پدر 9 نفر از حجتهای خدا می باشی. تسع من صلبک و تاسعهم قائمهم، که از صلب تو 9 نفر از حجتهای خدا می پدر 9 نفر از حجتهای خدا می باشی که از صلب تو به وجود میاند و نفر نهم آنان قیام کننده خواهد باشد، که وجود مقدس پیغمبر اسلام اشاره به مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف در این روایت دارد. روایت دیگم که از وجود مقدس آقا امام باقر و امام صادق علیه السلام، اینجا محمد ابن مسلم از وجود مقدس امام باقر و امام صادق میگه شنیدم این روایت رو که فرمودند ان الله تعالی عوض الحسین علیه السلام من قتله ان جعل الامامه فی ذریته، چرا خداوند متعال امامت را در ذریه و نسل امام حسین قرار داد عوض اون شهادتی که آقا سید الشهدا قبول کردند و پذیرفتند. و شفاء فی تربته، شفای امراض را در تربت سید الشهدا علیه السلام خداوند متعال قرار داد. و اجابت الدعاء عند قبره، و همچنین خداوند متعال مستجاب شدن دعا را در نزد قبر مبارک آن بزرگوار قرار داد. ولا تعد ایام زائری جائیا و راجعا من عمره، ایامی را که زوار آن بزرگوار به زیارتش می روند و بر می گرند جزء عمر آنان قرار نمی دهد. این برکت نیست که خداوند متعال در زیارت آقا امام حسین علیه السلام قرار، در تربت سید الشهدا، در قبر سید الشهدا و دعا در نزد قبر سید الشهدا علیه السلام قرار داده. خب محمد ابن مسلم میگه فقلت لابی عبدالله، میگه به آقا امام صادق عرض کردم هذا الجلال ينال بالحسین علیه السلام فما له فی نفسه، این خصلت ها که برای زوار حسین علیه السلام باشد پس خود آن بزرگوار چه مقامی داره؟ اینا برای زوار امام حسین بود، خود آقا امام حسین علیه السلام چه مقامی خواهد داشت؟ قال ان الله تعالی الحقه بالنبی صلی الله علیه و آله فکان معه فی درجته و منزلته، فرمود خدای تبارک و تعالی امام حسین را به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ملحق نموده و امام حسین هم دارای درجه و منزلت پیامبر خدا
می باشد. در کنار پیغمبر خدا هست آقا امام حسین علیه السلام. ثم تلا ابو عبدالله هذه الآیه، سوره طور آیه 31 را آقا امام صادق علیه السلام خواندند. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم، افرادی که ایمان آوردند و ذریه ایشان از ایشان تبعیت کردند، ذریه آنان را به آنان ملحق نمودیم. چون آقا امام حسین، حسین منی و انا من حسین، همون راه پیغمبر رفتن. لذا امام صادق می‌فرماید خداوند متعال امام حسین را به پیامبر ملحق کرد. خب این یه مطلب که این برکت که خداوند متعال فرمود در ذریه آقا امام حسین، در نسل آقا سید الشهدا علیه السلام که 9 نفر از فرزندان امام حسین، امام معصوم، و این همه نسل آقا امام حسین علیه السلام از خود به جای گذاشت. اصلا دو نوع از برکت هست، یکی برکت کیفیه که 9 امام از نسل حضرت بودن، یک کمیه که این مقدار، این سلی کثیری از سادات به رغم این همه کشتاری که این همه سادات رو کشتن، شهید شدن و اصلا خیلی ها از فرط تقیه الان ساداتن و نمیدونن. بله. به خاطر اینکه جد اندر جد اینها سعی کردن کتمان بکنن سادات بودن رو زنده بمونن، فرزندان بعدیشون و فرزندان بعدیشون دیگه این گم شد، اون شاید شجره که بادش را. به رغم همه این مشکلات و کثرت دشمنان و قلت شیعه و قلت سادات، باز نگاه میکنید اینقدر سید هست و این چیز نیست غیر از برکتی که خداوند متعال در نسل آقا سید الشهدا قرار داده. دومین مطلب راجع به برکات مادی که آقا سید الشهدا برای مردم داشتن. چون آقا امام حسین علیه السلام خطاب میکنه به یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه، رحمت واسعه الهی هستند در دنیا و آخرت برای مردم، رحمتن، مهربانی، هم هر چه بخواهی در این خانه، در این خاندان پیدا میکنی. من یکی از برکاتی که آقا سید الشهدا علیه السلام برای مردم داشتن خدمت عزیزان از مناقب آل ابی طالب علیه السلام ابن شهرآشوب برای عزیزان عرض کنم. جلد 4 صفحه 75 آقا سید الشهدا علیه السلام میفرمایند این سخن از پیامبر خدا نزد من صحیح است که فرمود صحح عندي قول النبي افضل الاعمال بعد الصلاه ادخال السرور في قلب المؤمن بما لا اثم فيه، به این شرط بعد از نماز بهترین عمل نزد خدا اینه که انسان بدون معصیت در قلب مؤمنی ادخال سرور کنه. می فرمایم من یک روز غلامی رو دیدم با سگی قضا می خورد. به او گفتم چرا این امر رو انجام میدی؟ گفت یا ابن رسول الله من مغموم میباشم، مهمومم، هم غم در دلمه، میخوام این سگ رو مسرور کنم شاید من هم مسرور بشم، منم شادمان بشم به وسیله شادمان کردن این حیوان، غم اندوه من از بین بره، چون که من مالک شخصی هستم که یهودیه، من دوست دارم که از او جدا بشم، مالک شخص یهودی نباشم. امام حسین علیه السلام مبلغ 200 اشرفی برداشتن رفتن نزد مالک این شخص. یهودی گفت وقتی که آقا امام حسین علیه السلام رفتن و این 200 اشرفی رو دادن به اون یهودی، مالک غلام گفت این غلام من فدای قدم‌های شما.
آقا امام حسین یک اقدام کردن. ببینید اون معرفت اون شخص یهودی و نسبت به آقا امام حسین، این اقدامی که برای رضای خدا آقا امام حسین کردن برای اینکه این غلام رو آزاد کنن، گفت این غلام من فدای قدم پای شما باد و این باغ و بستان را نیز به اون غلام بخشیدم، هم غلام رو به شما بخشیدم، باغ و بستانی هم که دارم به غلام بخشیدم و این مبلغ پول 200 درهم هم به خود شما برمیگردونم، من نمیخوام. امام حسین فرمود من نیز این پول رو به تو بخشیدم، پول رو بهت بخشیدم. یهودی گفت من هم قبول کردم و این پول رو به این غلام بخشیدم. امام حسین فرمود من نیز اون غلام رو آزاد نمودم و این پول و باغ رو به او بخشیدم. زن اون یهودی وقتی که این منظره رو دید گفت من اساس اسلام رو اختیار نمودم و مهریم رو به شوهرم بخشیدم. شوهرش هم گفت من نیز مسلمان شدم و این خانه رو بزنم بخشید. چه قدم مبارک. آقا امام حسین یک قدم برداشتن، چه قدم با برکتی. یک غلام آزاد شد، باغدار شد، خانه‌دار شد، پولدار شد و یک مرد و زن مسلمان شد و صفا و صمیمیت آنها در آنها اظهار شد. این قدم با برکت آقا امام حسین علیه السلام و برکات مادی برکات امن. بله حالا بخوام من بازم مثال هایی بودم که وقت کم خدمت عزیزان بخوام اون رو نقل کنم. اما نسبت به برکاتی که آقا امام حسین علیه السلام، اون برکات معنوی که اون شفاعت سید الشهدا علیه السلام باشد، اون شفاعتی که دار آقا امام حسین در شفاعت سید الشهدا علیه السلام در مرحله بالاست، اون شفاعتی که آقا امام حسین اختیارش رو خداوند متعال به او داده، هیچ کس اون مرحله شفاعت رو نداره. شفاعت کلیه که گفتیم در عالم ذر خداوند متعال در مقابل اون شهادت کلیه به آقا سید الشهدا مقام شفاعت کلیه عطا کرده، اون شفاعت کلیه. این همون مقام محموده. بله که تو زیارات در زیارات هست. لذا وجود مقدس آقا امام صادق علیه السلام می‌فرماید وقتی که روز محشر برپا می‌شود دوستان حسین ابن علی به دنبال آقا امام حسین علیه السلام وارد بهشت می‌شود. در تذکرة الشهدا یک روایت دیگه هم نقل کرد خیلی عجیبه، می‌گوید در روز قیامت وقتی که کسانی که نجات یافتگانند، کسانی که پروندهشون دست راستشونه، اینا هزار صف دارن، 999 صف، هزار صف، 999 صف به شفاعت آقا امام حسین وارد بهشت میشن. تمام حتی میگه غیر از امامان معصوم همه به شفاعت امام حسین وارد بهشت میشن، فقط یک صفه که بقیه ائمه و امام حسین در اونام شریکن در شفاعت امت برای اینکه وارد بهشت بشن. اصلا کاملا مشهوده که خدایی که تمام مخلوقات رو خلق کرده و برای همه هم نظم داره، خیلی این دستگاه عظیم و با دقتیه، این تدقیق توش هست، همه چی منظم سر جاش. نمیخوام بگم دستگاه امام حسین بی نظمه، میخوام بگم خدا با همه خداییش به امام حسین که رسیده یک نظم خاص دیگه ای رو داره که شاید ما اسمش رو بذاریم که خدا شاید اینجا اون نظمها رو گذاشته کنار. یعنی هر جایی خدا دو تا چهار تا داره، تا به امام حسین رسیده گفته دو تا هرچی که من میگم دیگه باقی پیش منه. یعنی واقعیت اینه، شما این برکت رو ببینید. شما مجالس امام حسین هم تغذیه روح هم جسم، تا
روز قیامت قیام قیامت بشه همچین سفره‌ای برای هیچ کس پهن نشده. سفره سید الشهدا، مجالس امام حسین تغذیه روح، در مجالس امام حسین تغذیه جسم، کجا همچین سفره هایی هست؟ در روز اربعین دیگه این مسیر رو میبینید چه غذاهای متنوعی سلف سرویس برای مردم میگذارن، برای زائرین امام حسین تماما منسوب به آقا سید الشهدا، همه برکات سید الشهدا است. این مولود با برکت که خداوند متعال به پیغمبر اسلام فرمودند. من یه این روایتم خدمت عزیزان از 10 دقیقه وقت از کامل الزیارات بخونم راجع نسبت به شفاعت. روایت بسیار زیباییه در کامل الزیارات صفحه 142 باب 56 حدیث اول. عن ابی اسامه زید الشحام، به سلسله اسنادش مرحوم ابن قولبیه، از ابی اسامه زید الشحام قال سمعت ابا عبدالله یقول، میگوید که از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمودند من اتا قبر الحسین تشوقا الی، کسی که از روی شوق و ذوق به زیارت قبر حضرت حسین ابن علی سلام الله علیهما برود، کتبه الله من الآمنین یوم القیامه، روز قیامت خداوند متعال او را از جمله آمنین می نویسد، کسانی که در امان هستند. یک جزء آمنین نوشته میشن و محسوب میشن. و اعطی کتابه به یمینه، و نامه اعمالش رو به دست راستش دهن. و کان اینه، اینه کسانی که زیر پرچم آقا امام حسین در دنیا بودن، به سر و سینه زدن حسین حسین گفتن، در دنیا حسینی بودن، امام صادق می فرماید و کان تحت لواء الحسین حتی یدخل الجنه فیسکنه فی درجته ان الله عزیز حکیم، در زیر پرچم حسین علیه السلام بوده تا داخل بهشت شود. پس خداوند متعال او را در درجه و مرتبه خودش مکان داده، به درستی که خداوند متعال عزیز و حکیم است. قربانت برم آقا سید الشهدا. لذا در زیارت عاشورا که وقتی که خواست تمام که شد آخر میگه به سجده برو، چی از خدا بخواه در سجده؟ اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. بیایید امشب با بیمندگان عزیزمون بریم، یک نفر رو میخواییم در خانه آقا امام حسین وسیله قرار بدیم، که من میدونم آقا سید و شهدا رد نمی کنه. خیلی آقا امام حسین یه دردانه داره، دردانه 3 سال، خیلی به این دردانه آقا امام حسین علاقه داشت. در کتب تاریخ نوشتن که هر وقت آقا سید و شهدا می خوابیدن این دردانه می اومد تو بغل آقا امام حسین می خوابید. بابا رو رها نمی کرد، بابایی بود، دختر معمولا بابایی. حالا این دختر بعد از کربلا منازلی رو طی کرده، از کربلا به کوفه، از کوفه به شام، هر کجا که صدا میزد بابا با کعبه نیرو رو میزد. اگر قضا میخواست
پاپ میخواست به او سیری میزدن، تازیانه میزدن. وقتی که سوال میکرد عمه بابا کجا رفته، میگفتن بابا به سفر رفته. اما این دختر دردانه سید الشهدا علیه السلام دیگه در خرابه شام بیتاب شده بود، هوای بابا، مدتها بابا رو ندیده. شب بابا رو در خواب دید، از خواب بیدار شد. نیمه شب صدا میزنه، این والدی، این المحامی عنی، اون کس که من رو حمایت میکرد، پدرم کجاست؟ آنقدر ناله و گریه کرد. همه زن و بچه، رقیه خانم روزه خان شده، زن و بچه همه گریه میکنند. صدا رسید به کاخ یزید ملعون، وقتی که شنید گفت که سر بریده بابا رو براش ببرید. آخر کس بچه، بچه 3 ساله، اونم دختر، بچه‌ای که یتیم شده، پدر رو از دست داده، وقتی که بهانه میگیره، وقتی که بهانه بابا رو میگیره، او رو تسلا میدن، او رو دلداری میدن، او رو بازی میدن، سر بریده بابا براش نمیارن. لذا تا سر بریده بابا رو مقابل خود دید، صدا زد، ابتا من الذی قطع وریده، بابا بابا بابا، چه کسی رگهای گلویت را بریده بابا؟ من الذی خضبک بدمائک، بابا چه کسی محاسنت را به خون سرت رنگین کرده بابا؟ بابا بابا، من لیتیمت حتی تکبر، بابا بچه یتیم وقتی بابا نداشته باشه چگونه بزرگ بشه؟ سرپرستش کیست؟ عمه بیان، گم شده پیدا شده، خراب ام، شب شب یلدا شده، پدر فدا، یه سر نورانیت، سنگ جفا که زد به پیشانیت. دو کلمم از خودش به بابا گفت، صدا زد بابا بابا، بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله. بسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وبالقرآن الحكيم وبدم المظلوم، بدم المظلوم، بدم المظلوم، إلهي برقية، يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أنصاره وأعبانه وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. طيب الله حفظكم سيدنا، احسنتم، متشكرم، ممنون. طيب الله شما خدا حفظ میکنید، همچنین شما بزرگواران عزیز. نمیدونم شاید حواله ای بود که امشب بریم در خونه این بیبی 3 ساله که با این دستای کوچیکش گره های خیلی بزرگی رو باز میکنه. هممون کم و بیش تجربه کردیم و نیازی هم به این تجربه نیست، الحمدلله همه ارادت داریم به بیبی. میخواییم هممون تو همین فضا از کربلای معلا
هممون از حضرت بخوایم، از این بی 3 ساله بخوایم که با همون دست‌های کوچیکشون عنایتی به قلب‌های همه ما داشته باشن، که محبت بابای عزیزشون که دردانه این بابا هستن، عزیز دل این بابا هستن، عنایتی بکنن که محبت ما به حضرت بیشتر، معرفت ما بیشتر، و انشاءالله بتونیم توفیق داشته باشیم که این دستگاه خدمتگذاری بکنیم، که اگر عنایت خود اهل بیت، خدا قاصد و شهدا نباشه، ما هیچ نخواهیم بود، و انشاءالله این تاج افتخار، این مدال بندگی رو از ما دریغ نکنن. خیلی متشکرم که امشب هم سرزمین عشق رو همراهی کردین، صدای تیتراژ رو هم داریم میشنیم، تایممون تمامه، انشاءالله که بتونیم کربلا خدمت گذاشتون بزرگوارانه عزیز باشیم. خیلی متشکرم، شبتون بخیر، یا علی. از حرمش بی سر و پا برگردم، کفن و چادر و انگشتر سوغاتم چیست؟ بگذارید که با شرم و حیا برگردم. از خدا آمدم تا به خدا برگردم، از شنا از سفر کرم با بلا برگردم، از شنا از سفر کرم با بلا برگردم. میروم پشت سرم آب نریزه ای مادر، وطن مادریان جاز چرا برگردم، وطن مادریان جاز چرا برگردم. پرواز به سوی غم دیگر دارم، میروم شام مگر با اسرا برگردم. دل بیمار فقط از تو شفا میخواهد، با که گویم که دلم کرب و بلا میخواهد. خدا برگردم، از چرا از سفر کرد و بلا برگردم، از چرا از سفر کرد و بلا برگردم. میروم پشت سرم آب نریزه ای